اگه یه روز بین قدرت‌های بزرگ هسته‌ای جهان بخواد جنگ اتمی یا همون هسته‌ای رخ بده، رویدادهای فاجعه باری که بعد از وقوع این جنگ در کره زمین رخ میده چطور خواهد بود؟ در این ویدیو این اتفاقات رو به طور کامل براتون شبیه سازی خواهیم کرد. با کنجکاو تیوی همراه باشید. سلام به همه شما دوستان گرامی. بنده رامتین هستم و این ویدیو رو به شما ارائه خواهم کرد. اطلاعاتی که در این ویدیو از اونها استفاده شده از سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، سازمان ملل و سازمان اطلاعات مرکزی امریکا یعنی CIA جمع‌آوری شده. با توجه به وقایع ژئوپلیتیکی چند سال اخیر در جهان، ما در این شبیه‌سازی فرض رو بر این گذاشتیم که روسیه ابتدا جنگ هسته‌ای رو آغاز خواهد کرد. مراحل مختلف این شبیه‌سازی به 3 قسمت تقسیم میشه. 1. شروع جنگ هسته‌ای. این مرحله شامل 24 ساعت اولیه شروع جنگه و این زمان از لحظه شلیک اولین بمب و کلاهک آغاز میشه. در این مرحله کشورها موشک‌ها و بمب‌های هسته‌ای خودشون رو روی سر همدیگه می‌ریزن و هر کشوری با دریافت اولین بمب هسته‌ای، بمب و موشک‌های کلاهکدار خودش رو آماده پرتاب به سمت کشور متخاصم می‌کنه. مرحله 2، بارش رادیواکتیو. ریزش هسته‌ای مواد رادیواکتیو باقی مونده که در ادامه یک انفجار هسته‌ای به سمت اتمسفر بالای سرش یا فوقانی رونده میشه. علت اینی که اسمش رو ریزش هسته‌ای یا بارش رادیواکتیو گذاشتند اینه که این موادی که به داخل اتمسفر رونده میشن در فاصله خیلی کمی به کمک جریان‌های بادی مختلف دوباره به سطح زمین برمیگردند و تمام منطقه رو آلوده میکنند. به این گرد و غبار و خاکستر ایجاد شده در هنگام انفجار یک سلاح هسته‌ای بارش رادیواکتیو میگن. مقدار و میزان گسترش این ریزش به اندازه سلاح و ارتفاعیه که در اون بمب منفجر شده. حتی ممکنه این ریزش در داخل ابرهای مختلف به دام بیفته و به صورت یک بارون سیاه فرود بیاد. این اتفاق در حمله هسته‌ای به ناکازاکی و هیروشیما بعد از گذشت 30 الی 40 دقیقه رخ داد. این بارون به حدی سمیه که حتی اگه به طرز معجزه‌آسایی کسی در اون منطقه زنده مونده باشه، این بارون کارش رو خواهد ساخت. مرحله 3، زمستان هسته‌ای. زمستان هسته‌ای یک اثر خنک کننده آب و هوایی گسترده شدید و طولانی مدت جهانیه که بعد از یک جنگ هسته‌ای گسترده و در مقیاس جهانی رخ میده. این اتفاق اسمش با خودشه و باعث ایجاد یک یخبندون و زمستون گسترده در سرتاسر زمین میشه. اما چطوری و چرا این اتفاق میفته؟ داستان اینه که یک نبرد هسته‌ای گسترده آتش سوزی وحشتناکی رو در جنگل‌ها و سرتاسر جهان به وجود میاره که طوفان‌های موجود در زمین به مراتب همین آتش سوزی‌های گسترده رو پخش میکنن و اونو وسیع‌تر و بزرگتر میکنند. آتش سوزی‌های گسترده در سرتاسر کره زمین باعث میشن که دوده‌های زیاد حاصل از اونها وارد لایه استراتوسفر در اتمسفر بشن. جمع شدن مقدار زیادی دوده در لایه استراتوسفر جلوی بخش زیادی از نور خورشید رو میگیره و به اون اجازه نمیده که به روی زمین برسه. دقیقا همین موضوعه که موجب میشه دمای زمین در این دوره افت قابل توجهی پیدا بکنه، تا حدی که با یخ زدن زمین‌های کشاورزی قحطی گسترده‌ای در کل کره زمین به وجود میاد. به طوری که شاید باورتون نشه ولی بیشتر کشته‌های جنگ هسته‌ای در همین مرحله رخ میده. حالا ما همین 3 مرحله رو به صورت دقیق‌تر و با ذکر تعداد کشته و زمان سپری شده روی نقشه می‌خوایم بهتون نشون بدیم. در مرحله اول که حدوداً 24 ساعت تخمین زده شده، روسیه و کشورهای همپیمانش کشورهای عضو ناتو یعنی کشورهای اروپایی و امریکا رو میکوبند و از اون ورم کشورهای عضو ناتو کاملا برعکس عمل میکنند و شروع به کوبیدن شهرهای مختلف روسیه میکنند. در این 24 ساعت اونطوری که تخمین زده شده حدوداً 178 میلیون نفر به شکل آنی از ضربات کوبنده بمب‌های مختلف جان خواهند باخت. حدود 92 میلیون نفر از این تعداد مربوط به کشور روسیه است و 86 میلیون هم مربوط به کشورهای عضو پیمان ناتو. مرحله اول تموم میشه و به مرحله دوم یعنی بارش هسته‌ای میرسیم.
این مرحله دقیقاً 30 روز تخمین زده میشه. همینطور که پیشتر در ویدیو هم اشاره کردیم، موادهای رادیواکتیوی که بر اثر انفجارهای هسته‌ای به وجود اومدند و به شکل گرد و غبار و ریزگرد هستند، توسط جریانهای بادی در کره زمین تقریبا به تمام سطح کره زمین خودشون رو میرسونند، که همین موضوع آروم آروم شروع میکنه به کشتن موجودات زنده در نقاط مختلف جهان. البته غلظت این تشعشعات هسته‌ای در نقاط مختلف جهان متفاوته و همینطور که روی نقشه میبینید، هرچقدر عرض جغرافیایی یک کشور به محل اصلی درگیری یعنی نیمکره شمالی نزدیک باشه، وضعیت وخیمتری رو تجربه خواهد کرد و کشته‌های بیشتری رو خواهد داد. تا اینجای کار، یعنی بعد از گذشت 24 ساعت اولیه و 30 روز دیگه از پخش شدن تشعشعات هسته‌ای، در کل جهان حدود 186 میلیون و 457 هزار کشته داریم. قطعا خودتون متوجه شدید که در مرحله بارش هسته‌ای که 30 روز هم به طول انجامید، ما تعداد کشته‌های زیادی نداشتیم، یعنی تنها 8 میلیون نفر در این مرحله کشته شدند. اینجاست که کره زمین آماده روبرو شدن با مرحله سخت زمستان هسته‌ای میشه، مرحله‌ای که از هر دو مرحله قبلی خوفناک‌تر خواهد بود. تو این مرحله که طولانی‌تر از هر دو مرحله قبلی مونه، حدوداً 10 ماه به طول می‌انجامه. تو این مرحله همونطور که گفتیم، به دلیل رسوخ کردن دودهای حاصل از آتش‌سوزی‌های کل کره زمین به داخل استراتوسفر در اتمسفر، نور خورشید به حد قابل توجهی در سطح زمین کاهش پیدا میکنه که مشهوداً باعث پایین اومدن شدید دمای کره زمین میشه، که ما از اون به عنوان زمستان هسته‌ای یاد میکنیم. قحطی دست جمعی و خوفناکی که در این مرحله در کره زمین رخ میده، باعث بالا رفتن تصاعدی و باور نکردنی تعداد کشته‌ها در زمین میشه. همینطور که اعداد رو مشاهده میکنید، در پایان 10 ماه حدود 550 میلیون نفر از مردم جهان جونشون رو از دست دادند. یعنی در همین مرحله به تنهایی تقریبا 370 میلیون نفر انسان در جهان کشته میشه، که البته در پایان همین 10 ماه هم تموم نمیشه و ادامه دار خواهد بود. و نکته ترسناک این ماجرا اینه که کشته ها از همه کشورها خواهند بود، حتی کشورهایی که فاصله خیلی زیادی با کشورهای درگیر در جنگ هسته‌ای دارند. بر اساس ارزهای جغرافیایی میتونید دمای نقاط مختلف جهان در این مدت رو پیش بینی کنید.